Rahimi bu dar hayata,
تشکر. هر دور و زمان اصیل زادگان خود را داشت و دارد. اشخاص نابغه چهره های ماندگار خود را داشت و دارد. خصوصا صنعت موسیقی، مکتب صنعت موسیقی همین گونه چهره های ماندگار زیاده دارد که میسازد. درباره ایشان ما برنامه های زیاده تعلیف نماییم. درود میگویم دوستانی عزیز، باز هم برنامه خاطره هاست منظور شما. و ما این شام خواستیم پوره برنامه خاطره ها را بخشیم به خاطره های یکی از حافظان خلقی تاجیکستان، حافظانی که در قطار اشخاص بی‌زوال جای گرفتند، حافظ خلقی تاجیکستان تقی مراد خوشوقتف، که در بابت مکتب ایشان همین را گفته می توانیم که در برابر بسیار تفاوت داشتنش این نفر آوازی بسیار گیرا داشتند، پرقوت بود و اینچنین می گویند دیاپازونش به آخر هم هست. و از روی آن نفرانی که امروز ما به این صحنه دعوت نمودیم، این را پی برده دوستان عزیز، زیرا امروز ما مطربان چیره‌دست که استاد می باشند علاقه دعوت نمودیم و هنرمندی که امروز سرودهای بی‌زوال استاد تقی مراد خوشوقتف را بازخوانی میکنند، یکی از هنرمندان میباشند که همیشه در بین خلق هستند و وابسته از آنی که در روی صحنه صنعت ما کم میبینیم، زیرا این نفر اختصاص کلان دیگر دارند، ولی مهر و محبت که نسبت به صنعت دارند بار دیگر این نفر را وادار کرده است که انگشت به تاری تار بزنند و باز هم آواز خود را گیراتر نمایند. و این نفر سبزعلی نازکوف می باشند. خوش آمدید. رحمت. اینچنین دسته هنری که خیلی قید نمودم استادان می باشند، شما را نیز خوش آمدید می گوییم به این صحنه و شماتان را بخیر می گوییم. و خیلی گفتیم امروز برنامه را بخشیدیم به خاطره های خوب، قصه های خوب و ناگفته استاد تقی مراد خوشبختف. با همین وسیله علاقه ما راه یافتیم به دل بیننده، به دل شنوندگان برنامه خاطره ها، زیرا نابست از آنه که استاد تنها در زادگاه خود ناحیه یاوان فعالیت داشتند، ولی آوازهشان تمام تاجیکستان، حتی آسیای مرکزی، حتی بیرون از آن را نیز تسخیر کرده است و شما شناس بی‌واسطه ایشان می باشید. در حقیقت ما هر دو در یک جا تولد شدگی هستیم، در یک دهه کلان شدگی هستیم. با همین آوازی خوشی، آوازی شیرداری تقی مراد خوشوقتف که بود، ما هم همچون تخلیکار، همچون پیرو و بسیار در محفل ها با یک دیگر می نشستیم. و در اینجا یک تا استاد کریموف می گفتند، کریموف بابا خان. و هم اینچنین از سینی خردسالی من دستی من قپیده آورده در همین صنعت ماندن و در همین بری استاد تقی مراد خوشوقتف در همون دهه بسیار وقت می ماندن که شما هر دو یک جای حافظی کنید و تمرین میکردید، مشت میکردید. در آن وقت ها فقط آوازی همین غلغلدار استاد ظفر ناظم بود و اینچنین استاد تقی مراد خوشوقتف، استاد آدینه هاشم، عبدالله نظری، همین ها بودن. خیلی ما که افسوس از یک دهه که بودیم، ما یک جای بودیم. برای همین ما پیروی همون کس شدیم. استاد به حد آوازی شیرین، آوازی ناتمام. آنها میخواستن که در همین جوانیشان صنعتی همین خودش رو تا صنعت شرقی را برده رساند. صد افسوس که ناگهان و بر وقت سفر کردن و ما هم بعدی رفتن وای کس بسیار از صنعت خواستم که یک طرفه شوم. لیکن با در اینجا یک استاد بهترین احمد جان محمدی گفت که پسرم از صنعت هیچگاه رو نگردان. برای که شما آینده دارین، خوب هستین، اگر کمبودیا باشن من در بر درستم. با گپی همی استاد میخواییم که صنعت عالی بالای تقی مراد خوشوقتف رو پیش بریم. یعنی گفته می توانیم که نابست از آنی که شما از سینی خردسالی پیروی همین مکتب بودید، شاگرد به واسطه تقی مراد خوشوقتف بودید، امروزها شما را در این مکتب یعنی پسان تربیه کردن، راست نمودند،
استاد احمد جان محمدیف که تشکر میگویم برایشان، واقعا آوازشان، واقعا طرز آموختن این استاد چندین نفران حرفه‌ای را به ما شناسانده است که تا به امروز مهر و محبت در دل ما جای گرفته است نسبت به همین اشخاص، نسبت به همین شخصان. وقتی که تقوی مراد خوشوقتف با زبان ازبکی سرود میخواندن، سرود میخواندن یا که به زبان ترکی سرود میخواندن یا به زبان آذری میخواندن، هیچ محل فقط ان آوازشون کم ترک شناس بود، لیکن به حد مانند هیچ محل باور نمیکرد که همین تقوی مراد خوشوقت است. بله، یعنی دارنده همان زبان پی نمیبرد که این نفر مثلا تاجیک است، ازبک و یا ترک نیست. در حقیقتا همین آوازشون، صنعتشون هم همین چخیلی که بدن مثل بابا مراد در همدمف میشید، مثل بابا مراد همدمف میخوند. و میدونید در بین بسیار از حافظان نامی اصیل بودن نفرانی که میخواستند محض با استاد تقوی مراد خوشبخت یک جای سرود بسرایند و یا دوید بسرایند. در بین همین هنرمندان، هنرمند عصمت الله خالوف هم همین آرزو را داشتند. مینویسند که در یکی از شعرهای نوار استاد سال 1997 در یادم هست، در یکی از محل های ناحیه یووان ما با استاد یک جایه سرودی جان دادرکم را سرودیم و من بالاخر به همین نیت خود، آرزوی دیرینه خود رسیدم. و این را ببینید که تا به حال افتخار دارن، فخر دارن، یعنی شاگرد ایشان بودن، با استاد تقوی مراد خوشوقت یک جایه کار کردند، برای بسیاری از نفران فخر است، افتخار است. عصمت الله خالوف در سوخوزی دو جایی که ما استقامت میکردیم همونجا بعد توی شد، خودی من آمده عصمت الله خالوف بردم در مرکه. یعنی شما گواهی همین واقعه بدید؟ در حقیقتا همین یک جایی جان دادرکمه با مشت زده حافظی کردم، بعدا با موزیکا دوام داد. و اینچنین در 2001 در خودی خانه من هم با استاد تقوی مراد خوشوقت هم عصمت الله خالوف و هم حاتم روشن، حاتم روشن که بسیار وایم همین دایر به صنعت خیلی پیش رفته و اینچین اکتیار خوبم هست، صنعتکار خوبم هست. قریب که یک شبانه روز قطع نکنیم حاتم روشن با اسباب نوزمانه بود استاد تقوی مراد و بطور تا حال همون نوارگیری ها هستن در من. همان حافظانی که در قرن گذشته فعالیت داشتند، شاید از آن سبب که در آن دور و زمان بلنگویک نبود و آنها همیشه در پی تمرین آواز بودند، اگر شبانه روز هم سرود خوانند آوازشان مانده نمیشد، خستگی احساس نمیگشت. بله، شما که گواهی همین فضا بودید، همان محیط بودید، چگونه در خاطر دارید محض از سرودخوانی ایشان قصه میکردید برای ما؟ میرفتیم در محفل ها، اون وقتا با دو تار حافظی میکردن و یک رباب بود. یک رباب داشتن، با همون رباب حافظی میکردن، مردم چخیل سخن گوش میکردن، چخیل قصه خانی میشد، گوش میکردن، هزارها ممکن آدم زیاد میشید، جایهایی که غلط بود از میان مردم اومده میگفتن که همینجا همین خیل غلط است. یعنی هوشمند بودن مردم، مردم صنعت رو تماما با حسیات بلند گوش میکردن. و این چنین صنعتکارم دوست میداشتن، بسیار صنعتکارهایی که در دورهای بودن مثل استاد ظفر ناظم، مثل تقوی مراد خوشوقت، آدینه هاشم، مثل عبدالله نظری، بسیار سخنهایی داشتن که همون سخنها را میخوندن، بعضی آدم ها گیره میکردن در مرکا. در همون دور و زمان هر یک محفلی که برپا میشد، هر یک تویی که برپا میشد، در برابر آن که به دل مردم خرسندی داده تواند، البته یک بحری معنویات نیز بود. واقعا قصه خوانی میکردند و حتی برادر ایشان، برادر استاد تقوی مراد خوشبخت، میگویند که در یکی از همین گونه تویی ها، محفل ها، یک تاری تقوی مراد کند و از من خواهش کرد که در حال این را نصب کن، پیوست کن. من همین قدر کرده استادم نمی شود، ولی تقوی مراد خوشوقت هم خیلی گرفت این قدر دیر در برابر که سرود می خوان خودش گرفت تا را ساز کرد. در حقیقت همینجا سرود بود که ای ماهی شام افروزی من، از من چرا رنجیده ای.
در همین حالت در حقیقتن همون تور کن محمود تا حالی که میبینند همون سیما دسترس کرده که نیست حتی کشیدن میلش خیلی کم تره گو وقت چخیل بود چراغ کم تر سوز دسترس کرده بعد اومد خودش همین شادراوان گیزله شده گفت ایز طرفتی تو تا حوضی ریاض سیما نکشید خودش گریب هم حفظی کردیسته هم کشیدیسته همین سرودی ای ماهی شام افروزی من ساعت ها رم استاد راست میکرد بودن هم خیلی حالت هایی که خیلی ما در یک جا که بودیم همین چیزا را میدیدیم بسیار وقت می اومدن میشتن بسیار در صنعت ذوق کلان داشتن وقتی که استاد ظفر ناظم حافظی میکرد یگوم کسی ما را گپ زنی نمیموند همین رادیو بود قدر دوست می داشت دوست می داشت وقتی که استاد ظفر ناظم سر میکرد میگفت شما همه خب تا زمانی تمام کردن شد اینچنین دوستی بسیار نزدیک استاد دوستمراد الیف نیز بودند بودند در حقیقت و یا بسیار حزل شوخی ها میکردند در ریاوان که میرفتند در نهایت بسیار حزل شوخی میکردند وقتی که دوستمراد الیف می اومدند شادروان حتما تقوی مراد خوش وقت فن می بودند حتما می یا اینکه استاد ظفر میرفت حقیقتا خیلی تقوی مراد مجبور اگر یکم جو معرکه هم چی میشید میگفت که بیز من اول رفته ظفر را گوش میکنم بعدا به معرکه میرم استاد ظفر نازیما استاد تقوی مراد خوش وقت آهنگاشو به پرگی میخوان بله و میدونید وقتی که سرودهای استاد ظفر نازیم را بازخوانی میکردم کمی کشیش ها و ناله ها همون شیره که آواز ظفر نازیم داشت همون را میدادن یعنی همون گونه که مونند کرده میسرودن وقتی که استاد سرودهای استاد دوستمراد علی را میسرودن علاقه به آواز دوستمراد علی مونندی پیدا میکرد آوازشان شباهت پیدا میکرد به هر حافظی که پیروی میکرد خود را به هوای نزدیک میبرد استاد به هوای نزدیک میبرد لیکن بسیار بسیار از آهنگای استاد ظفر نازیم میخواد پس بیاید باز هم یک سرود دیگر را پیشنهاد بینندگان گردانیم بعدن باز قصه های ناگفته را بگوییم دستم بگیری
سلامت یک هر دو هر در زبانم الفاظ نهاد گفتن آمد پس هستی من سی هستی سپاس و ثنا. میدونید سروده که در نخست اجرا کرده شد در وصف پدر بود و سروده که حالا پیشنهادی بیننده گردید در وصف مادر و این علاقه رنگینی بخشید به برنامه ما، تازگی بخشید، دیگرگونی بخشید. تشکر میگویم باری دیگر به شما. و چون شما بیشتر محفل روی مردم هستید، در بین خلق هستید، باور دارم که همین گونه سرودها بیشتر درخواست میگردد و چه خاطراتی دارید از این سرود؟ به واسطه از استاد تقوی مراد خوشوقت شنیدید، آموختید و یا که بعدا این را به شما آموزاندن؟ من در حقیقتا این سرودها را از خود همون استاد تقوی مراد خوشوقت آموختم، برای اونکه بسیار وقت درباره پدر میخوندن، درباره مادر، تربیوی، یعنی که سرودهای تربیوی، پند نصیحتی که میخوندن. شخصا منم همین غزل های پند و نصیحت رو به حد دوست میدونم. شنیده ایم که میگویند تقوی مراد خوشبختف سرود هایی که سرودند، غزل ها رو، شعر هایش رو از زبان موی سفیدان محل آموختن، خصوصا از زبان معلمی که در همون دهه فعالیت داشتن، زیویف میشنیدن، بیشتر کمک میکردن تا اینکه همین کنه شعر های نویاب را زمزمه کنند، چون این نفر بیشتر سرودهای خلقی می سرودند. معلم زیویف یک از آموزگار شهر دوشنبه بودن. این کس هم بسیار وقت با تقوی مراد خوشوقتف همکاری داشتن، در حقیقت هم سرودهای خوب پیشنهاد می کردن، همچون صرف شد عمری من یار غلط کردم حیف، از پای چون تو ستمگار غلط کردم حیف، و اینچنین سرودی آرزو دارم که یابم کلبه آسودگی تا رها سازد مرا از کوچه شرمندگی. خود همین استاد تقوی مراد خوشوقت میگفت که شعرهای همین زیایی است. بعد فهمیدیم که زیایی کیست. زیایی این یک معلم در روزگار دایر به زندگی، دایر به پند نصیحت بسیار غزلهای خوبی می نویسند و مثنوی ها هم دارند. سر مصنوعی خوبی می نویسن زیویی، همکاری داشتن با یک دیگر. می گویند وقتی که یک مراتبه گوش می کرد سروده را، علاقه سروده می توانست. وقتی که یک مراتبه شعر را گوش می کرد، علاقه از خود کرده می توانست. خیلی قوه حافظه خوب داشت. با باشان استاد تقوی مراد خوشوقتف ملا سالی می گفتن. به نام داملا بود، بسیار آدم خوب بود، آدم بزرگ بود، صنعت شناس بود. صنعتی من شادروان تقوی مراد خوشوقت رو و سرودهایش رو، همه همینا رو از همون آموختگی اساس، اساس همین غزل های سعدی، حافظ، همینا رو، همه همونا رو همون پیشنهاد میکرد. با استاد آدینه هاشم هم رفت آمد داشتن، برای اونکه وای سخنه، تمام سخن هایی که همین استاد تقوی مراد خوشوقت میگیره اول از نظر وای میگذرون، بعدا برآمد میکرد. البته محض دانش همین نفر هم یک تاثیرگذار بود تا اینکه
رشد کند. آقای مراد خوشبخت افتراینده باسم یک سبک خاصی پیدا کند و در بین خلق همین قدر محبوبیت و در همین برابر همین محبوبیت را تا به حال نگاه داشته تواند. ما از مکتب ایشان همین را درک کردیم که اگر آواز همیشه در تمرین باشد، اگر حافظ همیشه در جستجو باشد، خصوصا در جستجوی شعرهای نایاب، هیچگاه آوازش، صنعتش پیر نمی گردد، نمی میرد، همیشه ماندگار جاوید می ماند. و چون شما شاگردی به واسطه ایشان می باشد، ما از آوازشان خیلی خوب می دانیم، ولی هنوز نمی دانیم که چگونه استادی می کردند، یعنی چگونه آموزگاری می کردند، سختگیر بودند و یا نه؟ سختگیر بودند، در حقیقت به حساب بسیار می رفت. سختگیر بودند، بسیار وقت می گفت که همی خیل گردی از تو صنعتکار نمی بروی، همی خیل کردی از تو صنعتکار نمی بروی، انه خیل کردن نکردی، خیل کردن، سختگیر بودن. طلب می کردن. با فکر شما تقای مراد خوشبخت چرا به دوشنبه نامد؟ چون صنعتکاران همیشه کوشش میکنند که در مد نظر باشند و پای تخت بیان در اینجا فعالیت خود را ادامه دهند تا اینکه هرچی بیشتر و زودتر به دل مخلصان شنوندگان راه یابند. در حقیقت در دوشنبه در نزد سیرک دولتی وای هوکس خانه داشتند. در این میون بسیار خلق یوغون طلب کردن که ایسا در همینجا مثلا صنعت چیکنند میست در همونجا. بعد اونجا رهبر انسامبلشون شریپوف سیروجیدین بود. همون شریپوف سیروجیدین نخواستن که تقوی مراد در دوشنبه تنها بیاید. در حقیقت وایوکاس بعد اومدن شهر و بعدن به ایران رفتن. 2001 سال اومدنی بودن. در حقیقت گفتن که دعوت نامه اومد، بسیار فخر میکرد که استاد ظفر مو حرمت میکند، باید من روم. همین خیلی آرزوها داشت که باید من روم. چه خیلی گفتید خلق نوحیه یوان نخواست، مردم اینجا نخواست که استاد از نزد آنها دور شوند، چون همیشه محفلارا بودند و حتی میگویند که اگر نفر آید و کمی گوید که مثلا من مبلغ خوبی ندارم ولی میخواهم محفلارایم باشید، با جان و دل میرفتند، بزمارایی میکردند، سرود میخواندند، با حوصله زیاد میرفتند. قصه های ناگفته هنوز هم زیاد است، خاطره های خوب و رنگین هنوز هم زیاد است که با گفتنش ما میتوانیم خاطر بیننده را باز هم شاد گردانیم، تازه تر نماییم، ولی بیاید روحیه را شکسته نمی کنیم. باز هم یکی از سرودهای بی‌زوال و ماندگاری استاد تقای مراد خوشبخت را بسرایید، بازخوانی نمایید، بعدا با صحبت را ادامه دهیم.
گرده چون هر فلک بوده با من سوگ و زده چون هر فلک آشنای سر بازار غلط کردم های آشنای سر بازار غلط کردم تشکر، آوازتان خسته نباشد. یک زمان دریاد دارم کتابی خواندم با نام موزیکچی نابینا. درباره یک نورس یک کودک بود که چشمانش نابینا بود ولی بسیار حواس داشت به صنعت موسیقی و سببی که چشمانش نابینا بود تمام قواش را، تمام استعدادش را صرف کرد برای شنوایی و به مثل انا همین نفر، انا همین کودک تقای مراد خوشبختف نیست قوه شنوایی خیلی خوب داشتن، سامعشان خیلی خوب بود و حتی نفر میگوید که زمان رفته ایستاده بودیم در ماشین و در حالی که ماشین گردش میکرد این نفر گفتند که در ماشین زنبوره هست، یعنی شنویدن همین چیز رو عصبه که قوه سامع خوب داشتند، آوازشان خیلی خوب بود، گیرا بود، همین گونه یک صنعت اصیل را صاحب گردیدند و حتی یکی از هنرمندان خیلی مشهور انور براتوف میگوید که در آسیای مرکزی در برابر یک چند هنرمندان تقای مراد خوشبختوف یگانه هنرمند است که دیاپازون همین گونه خیلی گیرا دارد، خیلی بلند دارد. یعنی در صنعت موسیقی چه خیلی میدونیم دیاپازون هست و دیاپازونی از همه بلندترین را در آسیای مرکزی تقای مراد خوشبخت داشتن. با همون آواز اگر میرفت تا حال ممکن با اوپرا و با آریا ها مشغول میشید، یعنی دیگر قله های صنعت موسیقی را نزفت میکردند. ممکن برای اون که وای در مقام خانی هم خیلی
آوازی خوب داشتند. بله. نوبسته از آنکه بیشتر سرودی خلقی می سرودند ولی در ژانر مقام هم مثلا سرودها را گوش کردیم از زبان ایشان که بسیار خوب صدا می دهد. این مقام خوانی شادروان تقوی امروز خوشبختی را این یکی از بهترین صنعتکار سیروجدین شریف بود که در همین راه مقام خوشبختی را آورده ماند. فهموند که شما باید که از غرب تا به شرق آوازتون باید رسد. درست است و ما نیز امروز خیلی شاد گردیدیم. خوشبخت گردیدیم که هم نشینه بودیم چون مثل شما صنعتکاران، هنرمندان و سپاس میگویم باری دیگر برایتان. باری دیگر هر یکی شما رو خوش آمدید میگویم و اینچنین باور داریم که مجازان هم باشد، طریق آینه نیلگون هم باشد، تماشابینان که عینی حال هم نشین ما هستند، گوش و هوش به ما هستند، خیلی شاد گردیدند از آن که این برنامه بخشیده شد به خاطره های حافظی خلقی تاجیکستان تقای مراد خوشبختوف و اینچنین سرودهای ایشان را از زبان شما شنیدند. رحمت. و دوستان عزیزم، عینی حال با سروده که با نام کارم زی دور چرخ به سامان نرمی رسد برنامه امروزه خاطره ها را جمع بست میکنیم، ولی باید بگویم که کاری ما نیز به سامان نرسیده است، ولی باید بگوییم که محبت است، صمیمیت است نسبت به شما در دل ما که ما همیشه در جستجویم، در تکاپویم تا اینکه باز هم برنامه های دیگر را که رنگین است منظور شما گردانیم. عزیزان خیر. سپاس که دست سوی جان نمی‌رسد.
هر کس که جان نداد با جانان نمی‌رسد.